به نام خدا. موضوع این صحبت آدم و حوا هست. آدم و حوا در کل فرهنگ بشری، در کل تجربه روزمره زندگی بشر، در داستان خلقت انسان در کتب مقدس، در تورات، انجیل، در قرآن، به هر حال اهمیت مسئله واضح است. درباره اهمیت شناخت معنای آدم و حوایی در تاریخ، اهمیتش انقدر حسی در ایدی و تجربی هست که بیشتر از این نیازی به توضیح نیست. ولی در این حال این مسئله بسیار پیش با افتاد و سهل و ممتنع به نظر میرسه که لاغل امروزه فراموش شده ترین مسائل بشره. این پیش پا افتاده ترین و مهمترین و محوری ترین معضله روح و روان و فعل و انفعالات بشری به نظر میرسه که در حال فراموشی است. علاوه تاریخ ادیان میدونیم که کل داستان مذهب با آدم حوا شروع میشه. در قرآن کریم هم این اهمیت واضح شده. هر جا که سخن بر سر آدم و حوا هست، خداوند مرتب مؤمنان را متذکر میشه که بیاد بیایید واقعه رو و تفکر کنید، عبرت بگیرید تا هدایت بشید. قصد ما فقط یک بحث معرفتی هست که زیاد هم میل نداریم که نقل قول کنیم از این کتاب و اون کتاب. این نقل قول ها چیزی نیست. در فرهنگ عامه مردم اینها به صورت داستان و قصه و اینها همه از بد هستن. این مسئله همطور که ما از کتاب مقدس همچنین از قرآن کریم ما درک میکنیم اینه که حوا از سینه آدم، از بطن چپ او که در واقع قلب اوست، خلق شد. به نظر میسته که حوا مخلوق آدم باشه، البته به اراده پروردگار. همونطور که آدم رو خداوند خود با دستانش آفرید، به حال حوا به نظر میسته که یک مخلوق ثانویه باشه. بر حسب زمان بعد از آدم خلق شده، ولی به لحاظ معنا به نظر میرسه که یک موجود ثانوی نیست، بلکه اتفاقا برعکس. چرا؟ اگر آدم مرد همان دلشه، همان احساساتشه، اگر آن گوهری که اراده و احساس بشر نامیده میشه در سینهشه، در قلبشه، حوا از آنجا در اومده و تجسم پیدا کرده. حوا حتی به لحاظ لغت هم در زبان عبری و همچنین عربی از واژه حی و حیات و زندگی است. به نظر میرسه که آن گوهره حیات آدم از سینه‌اش بیرون آمده و جمال پیدا کرده و شده حوا، شده زن. درسته به همین دلیله که یک مرد احساس زندگی و زنده بودن و اون انرژی حیاتی خودش رو همواره در رابطه با یک زن جستجو میکنه و احساس رو درک میکنه. به بیان دیگر، آدم حیات و هستی خودش رو در یک حوایی میبینه، چون که روح خودش متجلی شده، تجسم و تعین پیدا کرده در وجود یک زن. اون زن در یک دورانی مادر، بعد همسر. یک معنای دیگر هم وجود داره که از لحاظ سر واژه و علم هرمنوتیک یا علم تعویل بسیار جالب توجه است و واقعا مثل یک سر میمونه. و اون واژه اروس در فرهنگ یونانی است که به نظر من این همون عروس در زبان فارسی و در زبان پهلوی است.
حالا این آیا همونه که اومده یا نه خیلی بحث مهمی از این دیدگاه که ما صحبت میکنیم نیست، ولی به نظر میسته که این همونه، برای اینکه معناش دقیقا همونه. اروس در فلسفه و روانشناسی اروپا به معنای اون عنصر حیاتی و خصوص در جلوه شهوت جنسی و عشق جنسی و اون عشقی که آدم به حوا پیدا میکنه متجلی شده و در کل فرهنگ اروپا این واژه جا افتاده و اینجوری معنی میشه، قدرت جنسی، عشق جنسی و شهوت جنسی که آدم در حوا جستجو میکنه. این اروس که در واقع همون عروس هست، گوییم که محرک قوای حیاتی است که در یکی از سطوحش اصول شهوت جنسی آشکار میشه، به لحاظ احساس به صورت عشق خودش رو نشون میده و این عنصر محرک تمام فعل و انفعالات جسمانی و روحی و روانی و مغزی و بدنی مرد هست. یعنی این اروس که همون حواس که همون عروس هست در حقیقت میشه گفت مرد رو به حرکت میاندازه. در فرهنگ یونان باستان کتابی هست از عنوان تبارشناسی خدایان، اثر یک شاعر ماسپرداز فکر میکنم قرن هفتم و هشتم قبل از میلاد مسیح به نام هسیود. ایشون در اونجا برای اولین بار از این واژه به طور تخصصی استفاده کرده، از واژه اروس، به این معنا که از زمانی که این گوهر این عنصر وارد عالم هستی شد، عالم هستی از قلمرو اختشاش، تشنج، سردرگمی و پراکندگی به قانون و قاعده و نظم در آمد و هدفمند شد. اینو در اسطوره شناسی یونان باستان یک بحث بسیار مفصلی هستش. در این حال این اروس از دیدگاه هسیود مظهر بارورسازی طبیعت و جان هست در کل عالم هستی، به طور دقیق‌تر در انسان. اون عنصر بارورسازی و حیات و زندگانی است که جهان هستی رو از اختشاش، از قلمرو کاوس به قول اروپایی ها خارج کرد و نظم بخشید و زمین و آسمان را با همدیگر متحد ساخت. یعنی ما دو معنا رو با همدیگر متحد ساخت، قانونمند ساخت. هر معنا در فلسفه افلاطون هم وارد شده که چند قرن بعد از هسیود هست. افلاطون هم اروس رو آن قدرت محرک موجود در ذات موجودات عالم میدونه که کل موجودات عالم رو به سوی آن مصلحای جهانی، همون مصلح افلاطون، به سمت اون ایدئالهایی سوق میده که مقصود خلقت بوده. از دیدگاه افلاطون در این حال اون عنصر شهوانی و عشق جنسی وجود داره که افلاطون معتقده که این جنبه شهوانی پایین ترین و سطحی ترین جنبه بروز اروس در انسان هست که به صورت پرستش عشق جنسی و زیبایی های محرک جنسی خودش رو نشون میده. حالا مختصر الله تاریخی معنا رو در تمدن غرب بخواییم پیگیری کنیم، به قرن جدید میرسیم، به قرن بیستون میرسیم. در مکتب روانکاوی فروید و کلن آیین روانکاوی فروید و پیروانش نیز اروس یک اهمیت کلیدی داره و شاه کلید بحث ضمیر ناخودآگاست که فروید اون رو لیبیدو معرفی میکنه که گوهره لیبیدو به عنوان انرژی حیاتی همون اروس باست که محوریترین عامل در انسان هست که محرک اندیشه، احساس و تمام فعل و انفعالات انسان است. نکته دیگری هم که در فرهنگ اروپایی و اندیشه مسیحی مدرن اروپا وجود داره اینه که برخی از فلاسفه و عرفای مسیحی در مقابل اروس یک عنصر دیگری رو معرفی میکنن و اون رو آگاپه مینامن. آگاپه از بطن اروس در اومده و نیرویی است در بطن اروس که برای علیه اروس فعالیت میکنه و اون به معنای بخشش و ایثار و از خودگذشتگی، در حالی که اروس اون انرژی حیاتی هست که میل به تملک و تصاحب داره، در صورتی که آگاپه به معنای ریاضت از خودگذشتگی و ایثاره.
که در عنصر فرهنگ مسیحی حضور فعال داره و البته در تمام مذاهب این آگاپه وجود داره و اون همون تقواست، یعنی اراده انسان بر علیه قدرت اروتیک نفس. و هم میزان که اون انرژی اروسی اروتیک میل به تملک داره که از مرکزیش همون شهوته، انواع اقسام عشق هاست، همونطور که عشق جنسی هم عشقه به تملک معشوقه، تملک کل جهان رو شامل میشه. آگاپه در نقطه مقابلش وجود داره، در دین اسلام هست، در مکتب بودایی شدیدترش هست، نبرد بر علیه اروس. ولی باید بدونیم که این آگاپه که در واقع همون تقوا هست که به اسم عشق ایساری هم معروفه، در حالی که اروس عشق تملکی است، این عشق ایساری است، در واقع همون تقواست که از بطن اروس در اومده باست و یک رابطه کاملا دیالکتیکی با هم دیگه داره. خب حالا این مسئله رو برمیگردونیم به مفاهیم و اسطوره های مذاهب بزرگ در کل تاریخ بشر که این اهمیت و این قدمت بسیار بیشتر از تمدن غرب و فلسفه و اسطوره شناسی غربه. مثلا نگاه کنید در خود مسیحیت، نهایتا در همه فرقه های بزرگ مسیحی و هر آنجا که مسیحیت نامیده میشه که به امروز هم کاملا حاکم هست در پیروان دین مسیح، حالا با حقانیت یا نادرستیش کاری نداریم، به عنوان واقعیتی که به عنوان مسیحیت پدید اومده و مسیحیت نامیده میشه، تمام ارزش های مقدس در عالم هستی در جهان مسیحی به حضرت مریم علیه السلام منجر میشه. خب حالا همین معنا رو و ارزش این مفاهیمی که صحبت شد رو میتونیم در کل تاریخ مذاهب بزرگ جستجو کنیم و به عینه ببینیم. مثلا در کل فرقه های بزرگ مسیحی و در کل جریانی که موسوم به مسیحیت هست ما میبینیم که همه ارزش های قدسی در این مذهب به مریم مقدس یا به مادر مقدس ختم میشه. در واقع میشه گفت تجلی پروردگار در عالم خاک و در عالم بشری کمال مطلقش حضرت مریم فرض شده که مقامش در کل تفکرات مسیحی از مقام حضرت مسیح هم بالاتره. اصلا گویا حضرت مسیح دریست که به عصمت و قداست و عظمت وجودی حضرت مریم میرسه، به عنوان آن گوهره حیات و هستی و آن گوهره جان قدسی. خب این رو مثلا فرض کن در ادبیات کلاسیک مسیحیت، مثل فرض کن کمدی الهی دانته، هم میبینیم که در اونجا حضرت مریم غایت و مقصود عالم هستی است، یعنی یک زن. بعض در جزئیاتش بسیار مفصل، ما فقط میخوام اشاراتی به این حقیقت داشته باشیم. این همین مسئله ما در اسلام هم میبینیم، به خصوص در تشیع این قضیه بسیار شدیدتر و واضح‌تر مفهوم میشه. دریای ادبیات و احادیث وجود داره و میبینیم که طبق آن حدیث قدسی یا موسوم به حدیث معراج هم ما میبینیم که به نقل از خداوند نقل شده که خداوند کل عالم و آدم را آفرید برای اینکه نهایتاً محمد رسول الله را بیافرینه و او را نیز آفرید برای اینکه علی ولی الله را بیافرینه و علی را هم آفرید برای اینکه فاطمه را خلق کرده باشه. این حدیث رو همه ما میدونیم که اگر قرار نبود خداوند حضرت فاطمه را خلق کنه اصولا هیچ چیزی خلق
نمیجد. بنابراین در اسلام و مخصوصا تشیع هم میبینیم که حضرت فاطمه غایت مطلق خلقت انسان و جان انسانی و روح انسان قلم داد شده. مثلا فرض کن در عرفان اسلامی که گوهره جاودان دین اسلام هست، هم میبینیم که آن یار قدسی و مطلق همه عرفای ما آنگاه که به بیان میاد، میبینیم که یک زنه، یک زن جوان که اسمه مطلق زیبایی و قداست و برکت و رحمت و محبت، البته همراه با قهاریت و غیرت و مؤنث. اینجا ما میخواییم سوره دیگری از مفهوم اروس رو صحبت کنیم. گرچه این اروسی که در مذاهب هست به نظر میرسه که 180 درجه برعکس آن چیزیست که در اسطوره‌شناسی میان باستان بوده. به نظر میرسه که این اروس همون صورت آگاپ هست، ولی همون مقصوده. یا مثلا حتی در دین زرتشت ما داریم که در اوستا و مخصوصا در گاتها داریم که نهایتا اهورمزدا زرتشت رو امر کرد تا زین پس دیگه از الهه‌ای که اسمش آناهید یا آناهیتا یا ناهید هست اطاعت کنه، که یک الهه مؤنثه. ببین در دین زرتشت هم در کمالش چنین واقعی رخ داد. باز شاهدیم که مثلا در مذاهب هندو که نزدیک بیش از 3000 شاید حدود 4000 تا خدایان و الهه ها وجود دارن، خدای همه خدایان کسیست به نام کریشنا. کریشنا تمام خدایان رو تحت فرمان داره و او یک خدای مؤنثه، یک زن جوان و زیبایی است که کسی را به نام آرجونا که یک مرد هست، که مردی مسلح هست در خدمت اوست و اراده او را به آدم هستی و به بشریت القا میکنه. و از این لحاظ میبینیم که شباهت عجیبی وجود داره بین شخصیت حضرت علی علیه السلام در اسلام و جامعه تشیع نسبت به پروردگارش. یک پهلوان عارف و عاشق و کمربسته امر پروردگار که از آن یار عرفانی که اطاعت میکنه، در عرفان اسلامی میبینی که آن یار مؤنثه، یک اروسه، یک عروسی که بر تخت عالم هستی جلوس کرده. این اروس یک ریشش هم خود عرش هست که در زبان پهلوی عرس بوده، عروس هم یعنی بر عرش یا بر عرس نشسته. اون معانی میبینیم چقدر شبیه در همه مذاهب. ولی خب میبینیم که از یه لحاظ کاملا نسبت به اون تعریفی که در اسطوره‌شناسی یونان شد با همه شباهت‌هاش درست ضد بشه. به نظر میرسه که این یار عرفانی، این عروس و این اروس که مظهر کمال قداست و الوهیت هست، از طریق آگاپه یعنی تقوا پدید میاد. یعنی انسانی که بر علیه قدرت اروتیک خودش نبرد میکنه، تقوا پیشه میکنه، به جمال قدسی و حقیقی اروس یعنی جان و عشق میرسه. برای همینه در تمام عرفانهای جهان کاملترین معنا محبت و عشق. در تمام عرفانها همینطور است. یعنی انسان از طریق تبعیت از قوای اروتیک و شهوانی خودش هرگز به اون جمال مطلق عشق نخواهد رسید، بلکه از طریق تقوا و پرهیز پیشه کردن نسبت به این قوای اروتیک نفس خودشه که میرسه. همونطور که به مثل از حضرت علی علیه السلام سوال میکنن که شما چگونه خدا را میبینی؟ چون ایشون دعا میکرد که من خدا را میبینم و هرچه نگاه میکنم جز خدا نمیبینم. ایشون فرمودن که من از طریق مخالفت با نفس خودم به او رسیدم و با او دیدار کردم. هر چه که نفس من گفت من خلافش رو انجام دادم، من ضد خود عمل کردم و به خدا رسیدم. این همون آگاپه است، همون تقواست، همون ریاضته.
این معنای دیالکتیکی خب قابل تأملی در فلسفه و حکمت. طبعا هیچ معنایی نیست که دارای ذاتی متناقض یا به قول غربی ها دیالکتیکی نباشه. به قول خود حضرت علی علیه السلام هر حقیقتی واسطه متضادش شناخته و یافته میشه. حالا این هم همینطور. خب حالا یه مقدار هم بپردازیم به خود آدم که در نقطه مقابل حوا یا اروس یا عروس قرار داره. خود سر واژه و علم هرمونتیک این واژه یا تعویل این واژه بی‌نهایت مهمه. اهمیت این علم امروزه یک بار دیگه خودشو بهتر نشون میده. آدم رو به لحاظ سر واژه و تعویل خود این لفظ بسیاری مترادف با عدم گرفتن این رو، یا کسی که محکوم به عدم شده. آدم رو خداوند خلق کرد و از هستی خودش به او بخشید و گویی دو مرتبه او را محکوم به عدم کرد تا در این عدم یک بار دیگر خود هستی و حیات خود رو بجوید، بکاود و بیابد. این رو در فرهنگ اسلامی و در خود قرآن کریم مترادف با معنای خلقت جدید می‌نامند. گویا آن خلقت قدیم بود، این خلقت جدیده که انسان به واسطه معرفت خودش یک بار دیگر آن را کشف می‌کند. در قرآن کریم هم آمده که خداوند انسان رو در عالی‌ترین مقامات و وضعیت‌ها خلق کرد، در اعلی‌الیین خلق کرد و سپس او را در اسفل السافلین پرتاب کرد و اینک او باید در این اسفل السافلین یک بار دیگر اون هستی اعلی الیینی خودش رو به دست بیاره. کل راه دین و معرفت برای همین رسیدن دوباره به هستی قدیم هست. به بیان دیگر، اگر آدم همان روحشه، همان دلشه، همان احساسشه، همان احساس حیات و جان هست، خب حوا یا این اروس از قلبش برون افکنده شد، بنابراین او دچار قحطی وجود شد، قحطی جان شد. یعنی انگار متهم و محکوم به عدم و مرگ و فنا شد. از همینجا بهتر میشه نیاز و آتش ذاتی آدم رو به حوا یعنی مرد رو به زن درک کرد. اینکه چرا مرد زن رو میپرستد و ذاتن به او میگراید و گاه او رو همچون خدا ستایش میکنه. خب این مفهوم واضحه. در حقیقت مثل اینکه حوا یا این اروس انگار تجسم جان و روح و حیات آدم بود که ازش برون افکنده شد و انسان در درون خودش دیگر هیچ احساس حیات هستی نداره. حیات هستی خودش رو و جان خودش رو در بیرون از خودش میبینه، در حوا. در واقع میبینه که خودش خودش نیست، بلکه او خودشه. او را خودش میابه. حوا یا اروس هم همینطوره. او گویی که خانه وجود رو ترک کرده. همین تن آدم گویی که خانه وجود حوا بوده، حالا از خانه برون افکنده شده، در غربت افتاده. حوا هم میخواد برگرده دو مرتبه به خانه خودش که سینه و دل آدمه. برای همین رابطه آدم حوا تماما رابطه احساسی و قلبی است، ذهنی نیست. در واقع جان که جنسیت هم از همان جان هست و در خود قرآن کریم هم آمده است که خداوند انسان را از جن آفرید، یعنی انسان اول جن بود. خب در اینجا میبینیم که جان، جن و جنسیت یک منشأ داره، یک معنا داره. همچنین جنون. خب به لحاظ عقلانی این واضح شده که رابطه بین آدم و حوا و کلن رابطه عاشقانه تا
تماما رابطه جنونی است، خلاف عقل است، یا لاقل غیر عقلانی است. این واضح شده. برای همین عشق رو همواره در نقطه مقابل عقل قرار میدن. ببین چرا؟ برای اینکه عشق باستاب جانه، یعنی باستاب جنه، فعل انفعالات جنی داره، یعنی جنونی داره. حتی خود واژه جنایت نیز باز از جانه، و ما میدانیم که تمام جنایت های بشری برخواسته از فعل انفعالات جانی جنسی و لذا جنونی اوست، که شدیدترین این جنون ها و جنایت ها نیز برخواسته از قلمرو عشق هست. و همین دلیل هر چا که ما میبینیم جنون و جنایتی هست، به پس پردش بریم میبینیم برخواسته از عشق بوده، عشق اروتیک، عشق به اروس. ما این رو به واضح به وضوح ما میبینیم. به مثال در درون زندان ها که بریم، پیش محکومین اعدام که بریم، در نزد تباه شدگان و تبهکاران و معتادان ثابت شده که بریم، از هر کسی پرسیم که آقا چه شد کم چی شدی، به قول معروف میگه که پدر عشق بسوزد، عشق مرا به اینجا کشاند. این یه واقعیت. پس رابطه بین آدم و حوا معلوم شد که از چه مبدعی است. در سر خلقت با استیان رو جستجو کرد، در سر خلقت آدم و حوا. رابطه آدم و حوا رابطه ظرف و مظروف است، رابطه تن و روح است. عشق آدم به حوا، عشق آدم در واقع به جان و دل و روح خودشه. در واقع انسان عاشق خودش میشه در حوا، آدم عاشق خودشه. این از لحاظ روانشناسی امروز ثابت شده که هر عاشق در واقع عاشق خودشه، منتها در یک حوا. برای همین میگن عشق اشد خودپرستی است. این صورت دیگری از این حقیقت هستش. حالا این بحث رو یه مقدار ملموس‌تر و عینی‌تر کنیم و برسونیم به زندگی محسوس بشر امروز. به خصوص ما میبینیم که یک آدم و حوای سنتی داریم و یک آدم و حوای مدرن داریم. قبل از این نکته بهتره یک مسئله دیگری رو که واقعا قابل تأمله، اینها همه طرح سواله، پاسخ نیست. سوال امروزه سوال مهمتر از پاسخ، برای اینکه همه در هر موردی دریایی از جواب در جیب دارند، ولی دریایی از این جواب ها هم به هیچ کدام از مسائل زندگی انسان واقعا پاسخی نمیده. واقعا ما امروز در قحطی سوال هستیم. مفهومش اینه که ما صورت مسئله رو فراموش کردیم. منظور از این صحبت هم تمام به یادآوری دگرباره صورت مسئله است. صورت مسئله آدم و این واژه در نقطه مقابل عروس یا ارسکو گفتیم، میتونیم مترادفش رو در داماد بیابیم. حتی در صورت ظاهر این واژه هم ما میبینیم که داماد خود ریشه در واژه آدم داره. داماد مفهومش چیست؟ یک لغت پهلویست، ایرانیست. آدم یک لغت ابریست، عربیست. در این حال در زبان فارسی هم بوده، در یونانی هم مشابهش وجود داره. خود همین نشون میده که این واژه ها تا چدی جزو ارکان مشترک زبان و فرهنگ بشر بوده، هنوز هم باقی. داماد را از یک لحاظ گویا به نظر میرسه آن مردیست که به دام افتاده است، دام آباده، به دام عدم افتاده است، مواجه با قحطی وجود شده است، قحطی جان شده است. جالبه در فرهنگ لاتین نیز ما واژه‌ای داریم که تلفظش عین داماد، و اون واژه‌ای هستش که امروزه هم در فرهنگ انگلیسی زبان روزمره به کار میره، و اون لغت دم که در لغت اصطلاح معروف گاددمد ما اینو میشناسیم. گاددم یعنی لعنتی خدا، کسی که خدا رو لعنت کرد، لعنت شده خدا، یعنی از خدا پرس شده، به دور افتاد. خدا به عنوان مظهر و کانون و مبدع حیات و جان و هستی، پس کسی که از خدا دور افتاده ترس شده، یعنی در قحطی جان و وجود افتاده. داماد و دمد چقدر در همون لفظ شبیه همه، اللحاظ معنا و محتوا هم شبیه همه. اینها نیز سرنخ‌های تأویلی و علم هرمنوتیکی
هست که بسیار به فهم حقایق کمک میرسونه. در اول صحبتمون متذکر شدیم که در استروشناسی یونان باستان و در اثر تباهشناسی خدایان از هسیود، در اونجا اروس یکی از مفاهیمش قدرت قانونبندی بود، قانونمند کردن، هدفمند کردن جهان. خب ما میدونیم که واقعا هر مردی تا ازدواج نکنه، یعنی تا با یک اروسی روبرو نشه و عروس نیابه، موجودی لاابالی، بی عهد و وفا، علاف و سرگردان و در به در و بی هدف و مقصود و بی آرمان و بی ایمان. در واقع اروس داماد یا دمت رو قانونمند میکنه، به بند میکشه، به عهد و وفا میکشونه، به نظم و ترتیب میکشونه. این واقعه تجربی است. برای همین وقتی گفته میشه که فلانی فلان جوان خیلی لاابالی است، بی قید و بنده، میگن آقا برای زن بگیرید، قانونمند میشه. این واقعیت، این واقعیت میشه در اعماق تاریخ بشر داره. ما میدانیم امروزه علم جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی هم این رو نشون داده که آنچه که تمدن و مدنیت نامیده میشه که همان قانونمندی هست، در جنبه های علمی، شرعی، حقوقی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، تکنولوژیکی، تماما برخواسته از تشکیل خانواده و ازدواجه. یعنی همنشینی دمت و اروس، اروس دمت یا اروس داماد. در اینجاست که اولین بار عهد وفا یعنی قانون نطفه هاش بسته میشه. کل بشریت و تاریخ تمدن تا اعماق حکومت ها یعنی قوانین ریشه در رابطه بین اروس دمت یا اروس و داماد داره. اینجاست جامعه شناسان قرن 18 به حضور رو نشون دادن، امروزه جزء الفبای علم جامعه شناسی است که هسته مرکزی تمدن و بشریت، بلکه هسته مرکزی پیدایش مذهب و شریعت ها رابطه آدم هوا و مسئله ازدواج بوده. قانون از اینجا پدید اومده، لذا تمدن نیز از همینجا برخواسته. این اهمیت در مذاهب به خصوص در دین مبین اسلام واضحه. ما میدونیم که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله مکرران میفرمودند که ازدواج سنت من است، یعنی سنت من، یعنی سنت نبوت، سنت کمال نبوت. این سنت باز این جزء دین میشه، وگرنه قبل از پیامبر اسلام هم بشر ازدواج میکرده. در اینجا اهمیت ویژه ازدواج به عنوان منشأ قانون و قاعده مندی و عهد و وفا اهمیتش در دین واضح میشه. و ما میدونیم که در صدر اسلام تا چند پیامبر اسلام تلاش میکردن که مؤمنان هرچه سریعتر ازدواج کنن. میگفتن کسی که ازدواج نکرده هنوز دین و ایمانش بنیاد و ریشه‌ای نداره. یعنی انسان تا زمانی که ازدواج نکرده به خود ایمان خودش هم متعهد نیست، یعنی قانونمند نیست، یعنی لاابالی است، یعنی بی‌وفاست. خود این ازدواج منشأ همون بحثی است که ما گفتیم در غرب به آگاپه معروفه، یعنی عشق تصرف، عشق ایثاری. ما میدونیم زن و شوهر به میزانی که در رابطه با هم دیگه گذشت میکنند و ایثار میکنند میتونن با هم دیگه زندگی کنند. به میزانی که هر کسی میخواد دیگری را ببلعه و تصرف کنه و تملک داشته باشه و سلطه داشته باشه، اون زندگی اون زناشویی محکوم به تباهی و فروپاشی است. خب پس ما ببینیم که ازدواج هم بر اساس عشق ایثاری پدید اومده که از قلب عشق اروتیک خودش رو نشون میده، که همان تقواست. میزان استحکام ازدواج میزان رعایت تقواست. رعایت تقوا همون رعایت حق و حقوق و رعایت وفاست. در حقیقت انسان به میزانی که از خود یعنی قوت اروتیکش کاهش میده و بر آن مسلط میشه، در واقع انسانی است متقی، لذا قانونمند، لذا با وفا، لذا متعهد به دین و ایمان و شرافت و همچنین متعهد به عقل خودشه. به بیان دیگر میشه گفتش که انسان به واسطه قدرت عقل و خرد و حکمت هست که میتونه اروس رو قانونمند کنه و قانونمندی اروس رو کشف بکنه و به اون یار ازلی و جاودانه رو بکنه و به او برسه، یعنی تقرب الالله داشته باشه. خب حالا به جنبه دیگری از مسئله که برسیم، که مسائل مخصوصا امروز انسان در همه جای جهان هست،
مسئله تنهایی است. این تنهایی رو ما میدونیم که اساسا و ذاتاً موضوعی مربوط به مرد یعنی آدم هست، دمد. احساس تنهایی در زن بیشتر یک نوع تقلیده، واقعا تنهایی نیست. یک جوان از فرض احساس تنهایی میره ازدواج میکنه تا از تنهایی در بیاد. تنهایی یعنی چه؟ یعنی تن. مرد احساس میکنه که تنه، روح نداره، انگار بایستی به روح برسه، تنه، دل نداره، آن کسی که در روح بایستی باشه نیست. به یک عروس میرسه و میبینه که این همان است. ولی تجربه بشر نشون میده وقتی که ازدواج اتفاق افتاد، اتفاقا 4 سبایی که گذشت، یعنی از آن عشق اروتیکی و شهوت که 4 روزی گذشت، اون آتش فروکش کرد، به تازگی به ناگاه مرد آدم احساس میکنه که بیش از هر زمانی تازه تنها شده و میبینه که تنهایی قبل از ازدواجش چقدر سطحی بود. هنوز تنهایی بود که آرزو داشت که بتونه ازش نجات پیدا کنه، ولی ازدواج کرد تازه میفهمه که مواجه با یک تنهایی بی انتها و ابدی شده و برای دیگر تازه قحطی وجود و جان رو هزاران بار شدیدتر و عمیق‌تر درک و احساس میکنه و با این دیگر میبینه که این عروس همان است که واسی باشد و نیست، هست و نیست. این دیالکتیک و تناقض هستی و نیستی که در حکمت همواره مطرح بوده، من مستقیم بیانش رو در رابطه با آدم و حوا نشون میده، هست و نیست. چرا؟ برای اینکه حوا در واقع بایستی بیاد در دل مرد تا به مرد هستی بخشه، ولی میبینیم که نمیتونه بیاد در دل مرد، حد اکثر در آغوشش میتواند بیاد ولی در دلش نمیتواند بیاد. و همین دلیله که تجربه تاریخی مرد در قدم روی ازدواج گام به گام این یأس و پوچی رو تجربه کرد و به این نتیجه رسید که بهتره که اصلا از ازدواج بگذره. اگر میبینیم که تاریخ بشر گام به گام و به خصوص در عصر جدید به سوی فروپاشی و نابودی تشکیل خانواده و ازدواج داره میرسه، این اصلا یک تجربه تاریخی است. از طرفی میدونیم که تمدن هسته مرکزی و ذاتش از ازدواج و تشکیل خانواده و عهد و قانون خانواده برخواسته و حالا میبینیم که این هسته مرکزی در حال پوسیدگی و فروپاشی است. پس به این معناست که گویا ما به آخر عمر تمدن بر روی زمین داریم میرسیم. تمدن به مفهوم تمدن شرقی و غربی و اسلامی و مسیحی نیست. تمدن به مفهوم گرد همایی بشر که مفهوم بسیار اساسی تر از تمدن فرهنگ ها و مذاهبه. برای همین ما میبینیم که این ازمهلال و فروپاشی خانواده یک امریست که بر روی زمین در همه جا داره اتفاق میفته. حال اگر این روزه پرچمدار این فروپاشی خانواده غربه، این رو باستی مناش رو بهتر فهمید. چرا غرب؟ فیلمثل این آزادی، برابری زن و مرد، دموکراسی، لیبرالیسم، ما نگاه کنیم ببینیم، ببینیم آزادی در مفهوم حقیقی و عملی خودش یعنی آزادی زن و مرد از شر همدیگر. این مفهوم واضحه. برای همین لیبرالیسم در نگاه اقتصاد سیاسیش هم ما میبینیم که اساسش بر آزادی زن و مرد از همدیگره، یعنی بر نابودی خانواده این لیبرالیسم میتونه عمل کنه. برای همینه که اساس عملی و همه جایی و ایدئولوژیکی قضیه بازار آزاد الاز انسانی برخواسته است، اینه که زن و مرد باستی از شر همدیگه آزاد بشن و دیگر به همدیگه عهد و وفا و قانونی بین اینها باستی نباستی باشه دیگه. برای همین بازار آزاد عملا بازار آزاد سکس و عشق اروتیک محض بدون حفاظت عقل و آگاهی و دین و تقوا. خب چنین وضعیتی به ما نشون میده که ما
به عنوان یک انسان در چه خطر و ضرر و شرری هستیم و به کجا داریم میریم. یعنی این نابودی تمدن فقط نیست، نابودی بشریته. این یکی از مفاهیم اساسی و ذاتی وضعی است که در فرهنگ اسلامی موسوم به آخرالزمان هست. آخرالزمان از فروپاشی خانواده آغاز میشه. آخرالزمان یعنی آخر خانواده، یعنی آخر رابطه زن و مرد. از همینجا بهتر میشه فهمید که تنها راه نجات تمدن و بشریت بر روی زمین همان راه دین انبیا بوده، یعنی تقوا. یعنی تقوا، تقوا برای مرد به نوعی است، برای زن به نوعی است. زن اگر، حوا اگر موجودی است که از باطن مرد به برون افتاده، پس موجودی است در قربت افتاده، بی خانه و بی حفاظه. خب در اینجا بهتر میشه فهمید چرا الف دین برای زن حجاب حیاست. آه یعنی بس خودشو بپوشونه، زیرا حفاظش از دست داده، برون افکنده شده، بایستی بپوشونه خودش. و مرد هم بایستی در رابطه با زن تقوا پیشه کنه، خویشتنداری پیشه کنه، گذشت پیشه کنه و وظایفی را که دین خدا یعنی قوانین تقوا به او میاموزه، اگر اینها را پیشه نکنه نمیتونه در رابطه با زن، در رابطه با همسر به اون آرامش قلبی برسه و با او رابطه برقرار کنه و هستیدار بشه، احساس حیات و هستی بکنه. به بیان دیگر مرد به میزانی که نسبت به زن تقوا پیشه میکنه، یعنی پرهیز میکنه بر اساس قوانین دین خدا، میتونه به او برسه. این هم یک مفهوم دیالکتیکی دیگری است. یعنی به میزانی که از او دور میشه و او رو نمیپرسته به او میرسه. به میزانی که از قدرت سلسگرانه اروتیکی خودش کاهش میده و خویشتنداری پیشه میکنه به او میرسه. به میزانی که از اراده به بلعیدن زن و تصاحب وجود زن و تبدیل زن به یک شیء سکسی صرف نظر میکنه میتونه به او برسه. به میزانی که از او دست میکشه در واقع به او میرسه. این مفهوم دیالکتیکی در ذات تقوا و تقرب الالله وجود داره. برای همین تقرب الالله این نزدیکی به خدا، تقوا یعنی پرهیز از خدا. به میزانی که انسان میترسه و تقوا پیشه میکنه نسبت به خدا، به او نزدیک میشه. این معنا در رابطه با زن و مرد هم قانون عملی خودش رو تحت عنوان شریعت ها به نمایش می‌گذاره. بنابراین این معمای تاریخی و همه جایی بشر که راز بقای بشر بر روی زمینه و راز تمدن بشره و منشأ مذهب و فرهنگ و دانش و هنر و همه تجلیات مادی و معنوی بشر بر روی زمین هست، این معما با فرمول ابلهانه و فیزیولوژیکی برابری زن و مرد واضحه که حل بشه نیست. این احمقانه ترین و مکانیکی ترین و مادی ترین راه حل برای معنوی ترین و روحانی ترین مشکل بشره. برای همینه حاصل این برابرسازی ها جز جنون و جنایات هیچ چیزی نبوده و نخواهد بود. و این برابرسازی همان بستر نابودی نسل و نوع بشر بر روی زمینه. چطور میشه گفت زن و مرد برابرند؟ آیا آب و آتش رو میشه برابر کرد؟ حماقتی بزرگتر از این مگه ممکنه؟ ما گفتیم زن و مرد ظرف و مظروفند. آیا ظرف و مظروف برابرند؟ آیا خانه و کسی که در داخل خانه زندگی میکنه با هم برابرند؟ این اصلا چه معنایی میتونه داشته باشه جز حماقت و جنون؟ آیا تن و روح با هم برابرند؟ آیا ظاهر و باطن برابرند؟ آیا عاشق و معشوق برابرند؟ از همه مهمتر ما نشان دادیم که رابطه بین آدم و حوا، رابطه بین وجود و عدم، آیا وجود و عدم برابرند؟ آیا بود و نبود برابرند؟ آیا آنچه که هست و آنچه که نیست برابر است؟ پس این برابری احمقانه ترین و مالی خودیایی ترین راه حل و شعاری است که بشر جلوی خودش گذاشته و کل بشریت دارن دنبال این شعار مادی خودیایی میرند و جهان و تاریخ را به سوی مادی خودیا و جنایت و نابودی میکشونند. بدون شک نشانهاش به هر عاقلی واضحه. عقل آن نیرویی هست که از تقوا و دین
برمیخیزه و میتونه قوه اروتیک و اروس رو قانونمند و هدفمند کنه و سوار بر اون به آرمان خودش در جهان برسه. بنابراین راه حل اتحاد زن و مرده، دوستی بین زن و مرده. دوستی هم آن فرمول مادی خولیایی عشق غیر متعهد که چیزی جز لاوالیگری، فرصت طلبی و تبهکاری و خیانت زن و مرد نسبت به همدیگه نیست، نمیتونه باشه. دوستی عشق غیر متعهد نیست. دوستی تماما بر تعهد به قول رسول اکرم العشق کلها آداب، عشقی که بر ادب و آداب و قانون و تقوا سوار باشه، به دوستی و اتحاد و به نجات بشر میرسه. و این دوستی تنها راه نجات بشر بر روی زمینه. به این دوستی باید امیدوار بود و جز این امیدی هم برای بشر وجود ندارد. و سلام.